وقتی که میخوایم سیستم خودمون رو از وضع موجود به سمت یک شرایط بهتری سوق بدیم یا اینکه اون رو در مسیر تکامل هدایت بکنیم، با موانع مختلفی روبرو میشیم. در حقیقت حرکت سیستم ما به سمت ایدئالی و به سمت بهتر شدن در گروه رفع کردن این موانع. انگار ما با هر قدمی که برمیداریم باید یک در بسته ای رو باز بکنیم و حرکت خودمون رو به سمت جلو ادامه بدیم. گاهی اوقات این موانع شناخته شدن و ما میتونیم از قبل نسبت به اونها فکر بکنیم، اما در بسیاری از شرایط هر مانعی رو که از سر راه خودمون برمیداریم با مانع جدیدی مواجه میشیم. انگار زنجیره ای از موانع بر سر راه ما قرار داره. پس برای اینکه بتونیم سیستم خودمون رو به تکامل برسونیم و اون رو به بقا در شرایط موجود راهنمایی بکنیم، باید بتونیم تضادهاش رو شناسایی بکنیم و اونها رو رفع بکنیم. سیستم های نارسا در درونشون تضاد هست و آلتشولر میگه که من با کشف اون تضاد و حل اون تضاد چکار میکنم؟ اون مشکل رو از اون نابسامانی خارج میکنم. زندگی ما پر از مسیرهای مختلفه. مسیر ادامه تحصیل، مسیر انتخاب خودرو، مسیر خرید مسکن، مسیر انتخاب همسر و هر مسیری که در راه هر تصمیم گیری ما باید طی بکنیم تا به اون نتیجه که دلخواهمونه برسیم. اما آیا این مسیرها همیشه هموار هستن؟ این درخت مانع یه تنه راه مسیر تردد خودروهای مختلف. این درخت از ابتدا وسط خیابون نبوده. این درخت توی کوچه باغ‌های اینجا وجود داشته، ولی بعدها توسعه و مسیر پیشرفت خیابونی رو اینجا ایجاد کرده که این درخت الان سر راه اون قرار داره. برای از میان برداشتن موانع چه کار باید بکنیم؟ یکی از انواع برخوردهایی که ما میتونیم با موانعی مثل این درخت داشته باشیم اینه که اونو به کل حذف کنیم. راه دیگه برخورد کردن با مانعی مثل این درخت اینه که بیایم در نظر بگیریم درخت سر راه ما هست، اما ما از دو طرف اون یا از سمت‌های دیگه می‌گذریم. مانع رو به عنوان یک محدودیت می‌پذیریم و سعی می‌کنیم کارمون رو با روش‌های مختلف انجام بدیم. اما میشه به راه سوم هم فکر کرد و اون اینه که این رو مانع نبینیم. اجازه بدیم سر جای خودش باشه، ولی ما مسیرمون رو اصلا از سمت دیگه‌ای که هیچ ارتباطی به این مانع نداره طراحی بکنیم. مسیری مثلا خیلی اون طرف‌تر یا حتی در فاصله دوری از این سمت.